بازم خوش آمدین به این گزارش بزل مهر. بازم پیشک خانواده دیگه آمدیم که کراچیوانی میکنه و بچه کلون کلانش 9 سال است. نخانه که زندگی میکنه هم کرایی هست و همچنان روزه رمضان قرنطین خیلی برش سخت تمام میشه. یکی چی درد در گروهش هست، چی میخواه بر ما شما بگویر از خودش میشنویم. ببینید که چی میگن اینا بر ما. سلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم سلام. سلام با شما. نامتان؟ نام صفی الله. صفی الله. بله. گفتی کراچیوانی میکنی؟ کراچیوانی میکنم، بله. در خانه چند نفر هستین؟ در خانه 8 نفر. 8 نفر. بله. کی هست؟ یک 4 تا بچه ما، یک 2 تا دخترک هست. خب 4 تا بچه تا. نه، 2 تا دخترک و 2 تا خود ما 8 نفر. این بچه کلان گفتی 9 سال است. بله بله. در خانه کار کی میکنه؟ در خانه تنها خودم کار میکنم. تنها خودت کار میکنی؟ بله. اینجا رو چند کرایه میدی؟ 4000. 4000. بله. باز اوقدر کار میکنی که هم خوراک خودت هم کرایه رو بکشی؟ از اون پیش بچگه که من کار میکرد یک هفته 50 روپیه زیاد کم میدادش یا 100 روپیه. اینا لازم بابا تن قرنطین شده کار نمیکنه و کرایه خانم سرم مونده. کرایه خانم سرتون مونده. بله. خب البته یک مقدار کمک از طرف وطنداره ما براتون شده، پول نقد هست و بنیاد خیریه بیات مقدار کمک های مواد غذایی بود که براتون آوردیم. انشاءالله دعا میکنم بعد از این زندگیتون یک امید نو بگیره، روشنی نو در زندگیتون بیایه. کوششتان باشه که تنها ما چی که بلکه بسیار از ما کدام کسایی است که حالتش بسیار خراب است که شون یک کمک و از بنیاد بیات بسیار تشکر. سلامت، بخیر باشین شما. تشکر میکنم از شما هم که گزارش ما را بیننده بودین. در این گزارش هم پیش فردی آمدیم که زد تا زندگیش گفت دیگه من نظر نیست که از مردم بخوایم. گفت زندگی من اینو قسمت قصه کرد. بین در این روزای رمضان، در این روزای قرنطین که کار اصلا وجود نداره، دست کسایی که کار میکنن، همه روزه کار میکنن، بیاین بگیریم اینا را زمین بلند بکنین. اینا واقعا نیازمند هستن، چون سر جا کار کلا بسته هست. تشکر از کلتان که بینید گزارش ما بودین. تا گزارش بعد، خدا نگهدارتان.